کیه که بتونه رو سر رونالدو هد بزنه؟ حتما قبول داریم که رونالدو خیلی میپره و با همین پرش بلنده که هر سال تعداد زیادی گل با سر به ثمر میرسونه. اما یه عامل دیگه هم هست که رونالدو رو از بقیه کسایی که توی محوطه جریمه برای سر زدن اومدن متمایز میکنه و اون نحوه حرکت و جایگیری برای سر زدنه. پس همین الان این ویدیو رو لایک کنید، چون میخوام بهتون نشون بدم که چجوری با جایگیری بهتر بتونیم توپای هوایی رو روی سر خودمون فرود بیاریم. اولین نکته‌ای که باید بهش دقت کنید اینه که شما برای سر زدن باید فضای مناسبی برای خودتون ایجاد کنید. مثل اینجا که میبینیم مدافعا نقاط مختلف رو پوشش دادن، ولی رونالدو برای اینکه بتونه فضای مناسب برای خودش ایجاد کنه فیک میده، به این صورت که نشون میده که میخواد به جلوی مدافع بیاد، ولی با تغییر مسیر یک فضای مناسب برای سر زدن ایجاد میکنه و بقیهش هم خودتون ببینید. یکی دیگه از روش های رونالدو که خیلی هوشمندانه است و بیشتر موقع کورنرها اونو انجام میده اینه که CR7 از بقیه مدافعا استفاده میکنه تا مدافع هدفش رو گول بزنه. اما چجوری؟ توی این مثال میبینیم که مدافع مستقیم رونالدو داره من تو من دفاع میکنه و هیچ فضایی بهش نمیده، ولی رونالدو از پیک گرفتن از مدافع تیم حریف برای خودش فضای مناسبش رو میخره و با گول زدن مدافع راحت تر میتونه سر بزنه. یکی دیگه از روش های CR7 یک قدم به جلو و یک قدم به عقبه که باعث گیج شدن مدافعا میشه و برای هد زدن خیلی کار آمده، دقیقا مثل اینجا. اما شگرد اصلی رونالدو حرکات زیگزاگی و نزدیک شدن به مدافع و بعد فاصله گرفتن از اونه، مثل اینجا که رونالدو برای خلاص شدن از مدافع به صورت زیگزاگی حرکت میکنه و مدافع رو کاملا متحیر حرکتش میکنه. خب به پایان این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. حتما برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب داشته باشید.